زن زندگی آزادی. سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. ممنونم از شما، سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. سپاس که همراه ما هستید. کیوان صمدی، ما شاهد واکنش های بسیاری در روزهای منتهی به دومین سالگرد آغاز انقلاب زن زندگی آزادی و قتل حکومتی مهسا جینا امینی هستیم. از بیانیه‌های مشترک اشاره کردم، از فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی، از واکنش‌های خانواده‌های دادخواه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی که در حال تشدید سرکوب ها است. اما ابتدا بپردازیم به فضای سیاسی که روی همین بیانیه‌ها و واکنش‌های خانواده های دادخواه و فراخوان ها استوار هست. شما این فضای سیاسی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، خب جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که بتونه اون سالگرد دوم رو به جوری کنترل کنه و نذاره اتفاق بیفته، تا این گونه اعلام کنه که بله، انقلاب زن زندگی آزادی پایان خودش رو داره تجربه میکنه. اما فعالین داخل، خانواده دادخواه و تمام فعالین صنفی در حال این بیانیه ها رو دارن به بیرون منتشر میکنن که تحت شدیدترین فضای امنیتی هستن و این نشون میده که این انقلاب زنده است و مردم داخل میخوان که ادامهش بدن و در تلاشند که با این سرکوب های جمهوری اسلامی مقابله کنند. و این رو ما میتونیم در بازداشته جمهوری اسلامی هم ببینیم. بسیار از فعالین کارگری رو در هفته های اخیر دستگیر کردن یا احضار کردن. خانواده دادخواه چندین تنشون بازداشت شدن و همچنین بسیاری از فعالین دانشجویی هم احضار شدن. این نشون میده که جمهوری اسلامی داره کار خودش رو برای سرکوب این اقداماتی که قرار صورت بگیره انجام میده، اما جامعه مدنی و خانواده دادخواه و در کل مردم ایران در تلاشن که به مقابل جمهوری اسلامی بیستن و من مطمئنم که حرکت شکوهمندی رو خواهیم داشت. بسیار خوب، در این زمان باقی مانده فکر میکنید که فضای اعتراضی چگونه میتونه منجر به یک موج اعتراضی بشه در مقابل جمهوری اسلامی که با فشار و سرکوب و بازداشت و احضار تلاش میکنه جلوی اعتراضات احتمالی و الان فراخوان اعتصابات هم اومده این رو بگیره؟ به نظر شما در این روزهایی که بسیار کم هم هست ولی میتونه به عنوان یک فرصت‌های نهایی و طلایی شمرده بشه، چه اقداماتی رو شما به عنوان یک فعال انقلاب زن زندگی آزادی ضروری میدونید که این موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی وسعت بگیره و انقلاب زن زندگی آزادی یک پیشروی دیگه داشته باشه؟ خب ببینید، مردم داخل کشور از هفته قبل میتونید شما نگاه کنید که ناراضی هستن. ما اعتصابات کادر درمان رو داریم، پرستاران رو، اعتراضات پرستاران رو داریم و این نشون میده که مردم داخل ناراضی هستند و این نارضایتی ها در تمام جامعه پخش شده و این باعث میشه که مردم خود به خود پتانسیل اون اعتصابات و اعتراضات رو داشته باشن در خودشون و ما با پخش کردن این بیانیه ها، با پخش کردن این فراخوان هایی که برای اعتصابات داده میشه، کمک میکنیم که مردم بیشتری از اون آگاه بشن و در اعتصابات بیشتر شرکت بکنن، چون جمهوری اسلامی سالهاست داره تلاش میکنه که جلوی اعتصابات رو در کردستان بگیره ولی تا کنون نتونسته و هر بار که فراخوان اعتصابات در کردستان داده شده با همکاری حداکثری کاسبان، بازاریان و مردم همراه بوده و هر دفعه جمهوری اسلامی در این مبارزه بین مردم و خودش شکست خورده. برای همین من فکر میکنم که باید مردم بیشتری رو آگاه کنیم که برای 25 شهریور ما نیاز داریم به یک احتسابات فراگیر، نه فقط این بار در کردستان بلکه در سراسر ایران، تا به این طریق اعتراض خودمون رو از طریق احتسابات نشون بدیم به جمهوری اسلامی و باز هم به اونها بگیم نه، ما شما رو نمیخوایم. و این
این اعتصابات یک قدم بزرگیه برای انقلاب زن زندگی آزادی، برای عبورش از این همه صدی که جمهوری اسلامی جلوش گذاشته تا اعتراض و اعتصابی صورت نگیره. برای همین من فکر میکنم که با کمک کردن به پخش شدن صدای خانواده‌های دادخواه، تشکل‌های صنفی و کارگری و همچنین تشکل‌های دانشجویی ما میتونیم کمک کنیم به اینکه این اعتصابات به شکل گسترده‌تری شکل بگیره. به دوستانمون اطلاع بدیم، بهشون بگیم که ما اعتصاب میکنیم، شما هم لطفاً اعتصاب کنید. این رو باید با همه هماهنگ بشیم در داخل کشور و این چیزی نیست که ما از خارج کشور این رو بخوایم. این رو خانواده‌های دادخواهی از شما خواستن که در داخل کشور هستن و خیلی هاشون توسط جمهوری اسلامی در هفته اخیر دستگیر شدن. خیلی متشکرم از شما کیوان صمدی که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم.